مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم می نماید. سوره انفال. بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. به نام الله که بخشاینده و با رحمت است. ای پیامبر، از تو درباره غنایم و اموالی که صاحب مشخصی ندارد می‌پرسند. بگو آنها متعلق به خدا و پیامبر است. پس از نافرمانی خدا بپرهیزید و اختلافات را تبدیل به صلح و دوستی کنید و اگر اهل ایمانید خدا و پیامبرش را اطاعت کنید. اهل ایمان کسانی هستند که چون نام خدا برده شود از عظمت او خوف بر قلبهایشان چیره می شود و انگامی که آیات خدا بر آنها تلاوت شود باعث رشد فزاینده ایمانشان می گردد. آنها کسانی هستند که بر پروردگارشان همواره توکل می کنند، همان کسانی که نماز به پا می دارند و از آنچه روزیشان کردیم دیگران را نیز بهره‌مند می کنند. آنها مؤمنان حقیقی هستند و نزد خداوند صاحب درجات، مغفرت و روزی بی کم و کاست هستند. آنچنان خداوند به حق تو را از خانه‌ات به سوی میدان جهاد بیرون فرستاد که گروهی از اهل ایمان بر این امر ناخشنود شدند. با آنکه حق برایشان روشن شده باز به مجادله با تو می پردازند. چنان می ترسند که گویی آنها را به سوی مرگ می برند و آنها نظارگر این صحنه هستند. بیاد آورید آن هنگام که خدا وعده داد یکی از این دو گروه یا کاروان تجاری قریش و یا سپاه جنگی آنها از آن شماست و شما دوست داشتید گروهی که عاری از قدرت است از آن شما باشد، چون تسخیر آن زحمت کمتری داشت، در حالی که خدا می‌خواهد حق را با کلمات قدرتمند خیش تثبیت کند و ریشه کفر و بی‌حرمتی را قطع نماید تا حق را پابرجا کند و باطل را از میان بردارد، هرچند که مجرمان از این امر ناخشنود باشند. هرگاه خدا را به کمک و یاری خواستید کمکتان کرد. بدانید که من شما را با هزار فرشته در صفوف منظم یاری خواهم کرد و خداوند این کار را نکرد مگر برای آن که شادمان شوید و قلبهایتان آرام گیرد. بدانید که هیچ پیروزی وجود ندارد مگر آن که از جانب خدا باشد و خداوند بزرگ مقتدر و حکیم است. آنگاه خواب راحتی به برکت امنیت الهی شما را فرا گرفت و از آسمان بارانی را نازل کرد تا شما را پاک و پاکیزه گرداند و پلیدی شیطان را از شما دور، قلبهایتان را استوار و گامهایتان را با ثبات گرداند. و یادار هنگامی که پروردگار تو به فرشتگان وحی کرد من با شما هستم، شما اهل ایمان را در آنچه می‌خواهند ثابت قدم دارید، من نیز بر قلبهای کافران ناسپاس رعب و وحشت چیره خواهم کرد، پس بر بالای گردنها و سرانگشتانشان
ضربه زنید. و این مصیبت به خاطر آن است که با خدا و رسولش دشمنی ورزیدند، و کسی که با خدا و رسولش دشمنی کند بداند که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست. مجازات خداوند را بچشید و بدانید که عذاب دوزخ برای ناسپاسان است. ای اهل ایمان، هرگاه دیدید کافران حمله ور شدند، از آنها نترسید و به میدان جنگ پشت نکنید، و به جز کسی که در امر تدارکات و یا کمک رسانی است، اگر کسی به دشمنان و جبهه جنگ پشت کند و پا به فرار بگذارد، به خشم خداوند گرفتار آمده و جایگاهش جهنم است، و بد سرنوشتی است این جهنم. و آنها را شما نکشتید، بلکه خدا کشت، و هنگامی که تیر می انداختی تو نینداختی، بلکه خدا انداخت تا اهل ایمان را امتحانی شایسته کرده باشد. بدانید که خداوند شنوا و آگاه است. و داستان این چنین بود. بدانید که خداوند بزرگ نقشه‌های کافران را بی اثر می کند. اگر موفقیت و پیروزی بخواهید، موفقیت و پیروزی نزد شما آمده است. و اگر از نافرمانی دست بردارید، بیشک برایتان بهتر است. و اگر بازگردید، ما نیز باز خواهیم گشت. و بدانید گروه شما هر چند بسیار باشد، باز شما را از یاری خداوند بی نیاز نمی کنند. بیشک خداوند بزرگ با اهل ایمان است. ای کسانی که به حقایق ایمان دارید، از خدا و رسولش اطاعت کنید، و در حالی که کلامش را می شنوید از فرمان او سرپیچی نکنید. مثل کسانی نباشید که گفتند شنیدیم، در حالی که هیچ نمی شنوند. بدانید بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی هستند که نسبت به حقایق کرولالند و اندیشه نمی کنند. و اگر خدا در وجودشان خیری می دید، بیشک به حقایق شنوایشان می کرد. هرچند اگر شنوا هم شوند، از حقایق رو بر می گردانند و اعراض می کنند. یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله و للرسول اذا دعاكم لما یحییکم و اعلموا ان الله یحول بین المرء و قلبه و انه الیه تحشرون. ای اهل ایمان، هنگامی که خدا و رسولش شما را به چیزی می‌خوانند که مایه حیات و عزتتان است، اجابت کنید. بدانید که خداوند بین آدمی و قلبش قرار دارد و همه به سوی او محشور خواهید آمد. و بپرهیزید از فتنه‌ای که فقط ستمکاران شما را شامل نمی‌شود، خشک‌تر با هم می‌سوزند. و بدانید که مجازات خداوند سخت و طاقت فرساست. و بیاد آورید هنگامی که در این سرزمین اندک و ناتوان بودید، آنچنان که بیم از آن داشتید که مردم شما را نابود کنند، اما خدا شما را پناه داد و به مساعدت خیش یاری کرد و از چیزهای پاکیزه روزیتان داد، شاید شکر گذار شوید. ای اهل ایمان، به خدا و پیامبر خیانت نکنید، همچنین در امانات خود خیانت نورزید، در حالی که به زشتی این کار آگاهید. بدانید که اموال و اولادتان وسیله امتحان و آزمایشند، حالان که پاداش بزرگ نزد خداوند است. ای اهل ایمان، اگر حرمت خداوند را نگاه دارید، او به شما قدرت تشخیص حق از باطل را عطا می کند و گناهان شما را می پوشاند
و شما را می آمرزد. بدانید خداوند صاحب فضل و کرمی بزرگ است. و به یادار هنگامی که کافران نقشه کشیدند که تو را در بند کنند و یا بکشند و یا از شهر و دیارت بیرون کنند، آنها نقشه می کشند، خدا نیز تدبیر می کند. و بدان که خداوند بهترین تدبیر کنندگان است. و هنگامی که آیات ما بر آنها خوانده شود می گویند شنیدیم، اگر بخواهیم می توانیم مثل آن را بگوییم، این چیزی جز افسانه های پیشینیان نیست. و به یادار هنگامی که گفتند خداوندا اگر قرآن به راستی از نزد تو آمده است، پس از آسمان بارانی از سنگ بر ما ببار و یا عذاب دردناکی بر ما وارد کن، حالان که تا زمانی که تو در میان آنها هستی و تا آن هنگام که طلب آمرزش می کنند، خداوند عذابشان نخواهد کرد. و چرا خدا عذابشان نکند در حالی که آنها راه مردم را به مسجد الحرام می بندند بدون آن که سرپرست آن باشند؟ و کسی سرپرست آن نیست مگر کسانی که حرمت اوامر خداوند را نگاه می دارند. اما اکثر آنها این نکته را نمی فهمند. و نمازشان کنار خانه خدا چیزی نیست جز سوت زدن و دست زدن. پس به خاطر دستاورد کفرآلودتان بچشید عذابی الهی را. کافران اموال خود را میبخشند تا مردم را از راه خداوند باز دارند، اموالشان را خرج میکنند، اما جز حسرت نتیجه‌ای نخواهند گرفت و سرانجام مغلوب و سرفکنده خواهند شد. بدانید که کافران ناسپاس به سوی جهنم جمع خواهند شد تا خداوند پاک را از ناپاک مشخص کند. آنگاه ناپاکان را جمع نموده همگی را به جهنم بفرستد، زیرا آنها زیانکارند. به ناسپاسان بگو اگر از نافرمانی خدا دست بردارند، گناهان گذشتشان آمرزیده می شود و اگر به اعمال سابق بازگردند، بر آنها همان خواهد رفت که بر گذشتگان رفته است. با آنها بجنگید تا فتنه‌ای باقی نماند و تمام دین برای خدا باشد. پس اگر از نافرمانی خدا دست برداشتند، بدانند که خداوند به عمل کردشان بیناست. وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ. و اگر سرپیچی کردند، بدانید خداوند مولای شماست و چه مولا و یاور خوبی است. بدانید هر گونه غنیمتی که به دست آورید، یک پنجم آن متعلق به خداوند و پیامبر و خیشاوندان و یتیمان و مسکینان و در راه ماندگان است و باید آن را پرداخت کنید. اگر به خداوند و آنچه که بر بنده من در روز جدایی حق از باطل نازل کردیم ایمان دارید، همان روزی که دو سپاه ایمان و کفر روبروی هم قرار گرفتند، بدانید که خداوند بزرگ بر هر کاری تواناست. آن هنگام که شما در سمت پایین بیابان بودید و آنها در طرف بالای آن و کاروان قریش پایین تر از محل شما، موقعیت بر شما چنان سخت بود که اگر با یک دیگر وعده می گذاشتید نمی توانستید با آن عمل کنید. همه اینها برای آن بود که خداوند آنچرا که باید بشود تحقق بخشد تا هر کس که کشته شود و یا زنده بماند هر دو از روی دلیل باشد. بدانید که خداوند بزرگ شنوا و داناست. و یادار آن هنگام که در خواب خداوند تعداد دشمنان را به تو اندک نشان داد
و اگر آنان را فراوان نشان می‌داد، از ترس سست و ناتوان می‌شدید و در تصمیم به جهاد کارتان به اختلاف می‌کشید. اما خداوند شما را سالم نگاه داشت و بدون تردید او به آنچه در سینه هاست آگاه است. و در آن هنگام که در میدان نبرد با آنها روبرو شدید، خداوند آنان را به چشم شما اندک نشان داد و شما را نیز به چشم آنها کم نشان می داد تا مغرور شوند، تا خدا کاری را که باید به انجام رساند. بدانید همه کارها به خداوند برمی گردد. ای اهل ایمان، اگر به گروهی از دشمن برخوردید استقامت کنید و خداوند را بسیار یاد کنید، امید آنکه پیروز شوید. و از فرمان خداوند و پیامبرش اطاعت کنید و اختلاف به راه نیندازید که ناتوان می شوید و عزت و آبرویتان از بین می رود. و استقامت کنید که خداوند با اهل صبر است. و همانند کسانی نباشید که از روی هوا و هوس و ریاکاری از دیار خود بیرون آمدند تا مردم را از راه خدا باز دارند. بدانید که خداوند بزرگ به عمل کردشان احاطه دارد. و یادار هنگامی که شیطان اعمالشان را در نظرشان زیبا جلوه داد و گفت امروز هیچ کس نمیتواند بر شما پیروز شود، زیرا من حامی شما هستم. اما وقتی دو سپاه روبرو شدند، از حرف خود برگشت و گفت من از شما بیزارم، زیرا چیزی میبینم که شما نمیبینید. همانا من از خدا میترسم، خدایی که مجازاتش سخت و طاقت فرساست. یادار هنگامی که منافقان و کسانی که در قلبهاشان بیماری کفر است گفتند اینان را دینشان مغلوب کرده است، در حالی که نمی دانند کسی که بر خداوند بزرگ توکل کند پیروز است و خدا مقتدر و حکیم است. اگر ببینی هنگامی را که فرشتگان جان کافران ناسپاس را می گیرند و بر صورت و پشتهایشان می زنند و می گویند عذاب سوزان را بچشید، و این به خاطر دستاورد خودتان است، حالان که خداوند به هیچ یک از بندگانش ظلم نمی کند. حال و روز اینها همانند فرعونیان و کسانی که پیش از آنها آیات خدا را انکار کردند می باشد. پس خداوند آنها را به سبب گناهانشان مجازات کرد. بدانید که مجازات خدا سخت و طاقت فرساست. بدانید خداوند نعمتهایی را که به قومی میدهد دگرگون نمی کند مگر آنکه خودشان باعث تغییر نعمت به بلا و مصیبت شوند. و خداوند به عمل کردتان شنوا و آگاه است. وضع اینها همانند حال و روز فرعونیان و کسانی که قبل از آنها آیات پروردگارشان را انکار کردند می باشد و بدین سبب همه آنها را به خاطر گناهانشان نابود کردیم و فرعونیان را غرق نمودیم، زیرا همه آنها ظالم بودند. بدانید بدترین جنبندگان نزد خداوند کسانی اند که به حقایق کافرند و ایمان نمی آورند. بدان آن کسانی که با آنها پیمان بسته ای و هر بار پیمانشان را می شکنند، حرمت فرمان خدا را نگاه نمی دارند. پس هرگاه در میدان جنگ آنها را یافتی، چنان به آنان حمله کن که حتی افراد پشت سرشان هم پراکنده شوند، امید آنکه پند گیرند. و اگر از خیانت گروهی بیم داری، به آنها اعلام کن که با آنان نیز مثل سایر دشمنان رفتار خواهی کرد، زیرا خداوند خیانتکاران را دوست ندارد. و آن دسته از کافران که میپندارند جان به در بردند، بدانند هرگز ما را ناتوان نخواهند کرد،
و در برابر آنها تا می توانید نیرو و اسبهای ورزیده مهیا کنید تا بدین وسیله دشمنان خدا و دشمنان خودتان را وحشت زده کنید و نیز دشمنانی را که شما نمی شناسید، اما خدا آنها را خوب می شناسد. شما باید آنچه در توان دارید برای تهیه این نیروی الهی انفاق کنید و مطمئن باشید که به طور کامل به شما باز می گردد و به شما هیچ ظلمی نخواهد رفت. و اگر برای صلح پیش قدم شدند، تو نیز به صلح اقدام کن و بر خداوند توکل نما که او شنوا و داناست. و اگر بخواهند تو را فریب دهند، بدان که قدرت خداوند تو را کفایت می کند، خدایی که با یاری خود و وجود مؤمنان تو را تقویت کرده است و دلهای آنها را نسبت به هم صمیمی کرد، در حالی که اگر آنچرا در زمین است می بخشیدی، نمی توانستی چون این صمیمیتی بین دلهای آنها برقرار کنی. اما خداوند این صمیمیت و دوستی را بین آنها به وجود آورد، زیرا او مقتدر و حکیم است. ای پیامبر، بدان که خداوند و اهل ایمانی که از تو پیروی می کنند برای حمایتت کافی است. ای پیامبر، اهل ایمان را به جهاد تشویق و ترغیب کن، چنانچه 20 تن با استقامت از شما باشند می توانند بر 200 تن پیروز شوند و اگر 100 تن باشند بر 1000 تن از اهل کفر و انکار غلبه خواهند کرد، زیرا دشمنان عاری از فهمند. اکنون خداوند بار را از دوشتان برداشت، زیرا از ضعفتان آگاه است. پس اگر بین شما 100 تن با استقامت باشند، می توانند بر 200 تن غلبه کنند و اگر 1000 تن باشند، به اذن خدا می توانند بر 2000 تن پیروز گردند. بدانید که خداوند با استقامت کنندگان است. هیچ پیامبری حق ندارد اسیرانی بگیرد مگر آنکه در زمین کاملا بر دشمن فائق آمده باشد. شما بهره‌های دنیوی می‌خواهید، اما خداوند آخرت را اراده کرده است و خداوند مقتدر و حکیم است. اگر تأیید خداوند نبود، قطعا از آن چه گرفته بودید عذاب بزرگی به شما وارد می‌شد. اکنون آنچه را به غنیمت گرفته اید حلال و پاکیزه است، می توانید از آن بهره مند شوید. حرمت خداوند را نگاه دارید که خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است. ای پیامبر، به اسیرانی که گرفته اید بگو چنانچه خداوند در قلب ها و نیات شما خیری ببیند، بهتر از آنچه از دست داده اید به شما عطا می کند و گناهانتان را می آمرزد، زیرا خداوند بسیار آمرزنده و باگذشت است. و اگر نیت خیانت به تو را داشته باشند، بدان که قبلا به خدا خیانت کردند. اکنون شما بر آنها مسلطید و خداوند آگاه و حکیم است. بدانید کسانی که ایمان آوردند و هجرت کردند و با مال و جان خیش در راه خدا جهاد کردند، با کسانی که مهاجران را جا و مکان دادند و حمایت کردند، دوستان و یاران یکدیگرند. و کسانی که ایمان آوردند اما هجرت نکردند، هیچ گونه تعهدی در قبال دوستی و سرپرستی آنها ندارید مگر آنکه مهاجرت کنند. و اگر برای حفظ دین از شما یاری طلبند، بر شما یاری کردنشان واجب است. البته به جز بر ضد گروهی که با شما پیمان ترک مخاصمه دارند. بدانید که خداوند نسبت به عمل کردتان بیناست و بدانید که اهل کفر و انکار یاوران یک دیگرند. اگر به اوامر الهی عمل نکنید، فتنه و فسادی بزرگ
در زمین پدیدار می شود. کسانی که حقایق را باور کردند و در راه خدا دست به مهاجرت و جهاد زدند و نیز کسانی که آنها را پناه دادند و یاریشان کردند، همه اینها مؤمنان حقیقی هستند و برایشان آمرزش الهی و رزق و روزی ارزشمندی است. و کسانی که بعد از این ایمان آوردند و اقدام به مهاجرت و جهاد کردند با شما هستند، بلکه از خود شما آیند و به حکم خداوند خیشاوندان به یک دیگر سزاوارترند. بدانید که خداوند بزرگ بر هر چیزی آگاه است. والذین آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله الله بكل شيء عليم صدق الله العلي العظيم. راست گفت خداوند بلند مرتبه و عظیم. کاری از مؤسسه پیامبر مهر و رحمت صلی الله علیه و آله و سلم.